من امروز اومدم راجع موضوعی حرف بزنم، منجی پولساز. این یعنی چی؟ یعنی کسی که همه جامعهش خدمت میکنه و هم پول میسازه. همچین چیزی واقعا میشه؟ معمولا وقتی راجع به منجی حرف میزنیم راجع به آدم خیری، خیریه ابوصالح، حاج آقا حسینی، از این چیزا که خیلی تمرکزشون رو کسب و کار و پول نیست. ولی برعکس وقتی راجع به بیزنسمن حرف میزنیم، کسی که تمام تمرکزش رو پوله، بهترین خریدا، بهترین فروش، کمتر آدمی هستش که بیاد بگه من تمرکز کاریمو میذارم این که خدمت به جامعه بکنم و هم پول بسازم. سخته ولی از طریقی آسون میشه انجام داد، به اسم تکنولوژی. تکنولوژی دنیا رو آباره کرده. شما از بری کانادا، از کانادا بیای آبادان، آبادان بری نیجریه، همه تکنولوژی دارن. مام بزرگ منم دیگه الان فیسبوک داره. من نگاه میکنیم نینی واقعا همه تکنولوژی دارن و میشه از این بهره برد. حالا این اسلایدم الان نیست ولی یه گراف دارم. میگه حدودا هول و هوش سال 1993 تقریبا استفاده کنندگان اینترنت 20 میلیون بودن. 20 سال برین تو آینده، این 20 میلیون شده 3 میلیارد. این رشدش نمایی بوده، نمایی من فارسیم کمی. این رشد رو میتونی ازش سوء استفاده ببریم برای بهره جامعه خودمون. این فقط حالا لازم نیست اسنپ و کارپینو و تپسی و اینا درست کنیم، ولی میتونیم از این اینترنت استفاده کنیم و زندگی‌های خودمون رو بهتر بکنیم. به مثال فقط این تو آمریکا و کانادا و آلمان نیست، این رشد اینترنت سال 2000 تو ایران هر 100 نفر یک نفر داشت اینترنت استفاده میکرد. 10 سال برین تو آینده این عدد شده 22 نفر. حالا فقط به اینترنت استفاده کنندگان اینترنت نگاه نکنی، به عدد مقاله های علمی که در ایران ثبت شده از سال 2009 تا 2010 ایران بیشترین رشد داشته از همه دانشگاه، از همه کشورها. بیشترین مقاله ها نه، بیشترین رشد. حالا شما از همین سال 2009 تا 2010 نگاه کنی، این استفاده کنندگان اینترنت از همه 10 سال پیش و 2 سال آینده بیشتر بوده. یعنی اینترنت داره هم علم، دانش و زندگی ما رو بهتر میکنه. ولی خب یه مشکلیه، ایران تو تکنولوژی و اینا جلو از مقایسه با کشورهای دیگه. به مثال از هر یک نفر تو ایران 1.3 تا تلفن وجود داره، تو آمریکا 1.0 و تو سوئد 1.2. ولی اگه به تعداد تخت بیمارستان برای هر 1000 نفر نگاه بکنی، این عدد وحشتناک کمه با مقایسه با کشورهای دیگه. ایران هول و هوش 1.5 تخت داره برای هر 1000 نفر، آمریکا 3 و سوئد 6. به نظرتون واقعا خوبه که رشد اینترنت و سلفونم انقدر سریع باشه ولی هنوز چیزهای اصولی مثل تخت اینترنت تخت بیمارستان کم باشه این عدد؟ نه، به نظرم خوب نیست. ثمرات تکنولوژی خیلی خوب بوده. من الان میتونم برم به مامان بزرگم زنگ بزنم، مامانم زنگ بزنم، بس 50 سال پیش خیلی سخت بوده. ولی برعکس هم نگاه کنین، the big picture. big picture اینه که تکنولوژی داره دنیای ما رو داغون میکنه. آلودگی هوا تو تهران هر 2 ساعت یه نفر میمیره از آلودگی. تو 20 سال اخیر درجه هوا از 400 سال پیش خیلی داغتر بوده. global warming بهش میگن. big picture اینه، اینی که تکنولوژی و کارخونه‌هایی که وجود دارن سراسر دنیا داره دنیا ما رو داغون میکنه. ولی خب بگم چی؟ تکنولوژی استفاده نکنیم چون دنیا هم داره داغون میشه؟ خب نه، مثلا 100 سال پیش من از تهران میخواستم برم مشهد 10-20 روز طول میکشید. خب میگم میام از این تکنولوژی که خیلی داریم ازش استفاده میبریم به ارتقای زندگی و جامعه و دنیای خودم استفاده کنیم. مثال بزنم کشورهای خارجی. این کشوری هست، یه شرکتی هست به اسم ایندوسول.
این دو سال یه شرکتی تو اندونزی و این کسی که این شرکت رو شروع کرده رفته دیده این لاستیکایی که تو اندونزی هن هی رو هم دیگه مثلا لاستیکای ماشین هی رو هم دیگه میرفتن و به خاطر تعادل میافتادن. حالا اسلاید ندارم ولی میفهمیدی مثلا 1000 تا لاستیک روی هم بودن، بعد این وقتی میافتادن خیلی از آدم میمردن و مجروح میشدن. این آدم گفته من بیام از هر دو تا لاستیک یه کفش درست بکنم. الان کسب و کار ایشون خوبه، شرکتش گرفته و به شدت این مشکل اندونزی رو حل کرده، بعد ارتقای زندگی مردم اونجا رو بهبوده میکنه. یه شرکت دیگه به اسم سانجیویتی. سانجیویتی چی کار میکنه؟ سانجیویتی اومده دیده سولار پنال، یعنی چیزی که از آفتاب برق میگیره، اومده گفته که خب من اینا رو اگه بخوام تو خونه های مختلف نصب بکنم خب هول و هوش $1,000,000 خرج داره. خب من بیام بدن مردم اینا رو بیان اجاره کنن به خیلی قیمتی کمتر. خب کسب و کار ایشون واضحاً کمی کمتره دیگه به نسبت با یه کسی که حالا میاد اینا رو فول تایم نصب میکنه و اینا، ولی خب خیلی آدم بیشتر میتونن اینو استفاده کنن و الان این مشکل گرمای هوا رو داره حل میکنه همچین چیزایی. تو خود ایران هم اگه نگاه کنی من دو تا شرکت میتونم مثال بزنم که داره جامعه رو کمک میکنه و هم کسب و کارش هم بالاست. یه شرکتی به اسم مهربانه که اماد جان که اینجا سخنرانی سشن بعد هستن روش کار میکنه، کار و شرکت ایشون اینه این که پروژه های مختلف، مثلا بریم تو دورآبادی، دورآبادی مثلا یه کتابخونه بخوایم درست کنیم، هر کسی 5,000 تومان میده ولی این پولا جمع میشه مثلا میشه یه 50,000,000، اینا رو خرج میکنن صرف این پروژه، بعد کمی هم درصد اینا میبرن. یا مثلا یکی شرکتی به اسم پارس کاگنیشن. پارس کاگنیشن چی کار میکنه؟ اینکه تو روستایی که خیلی دسترسی به دکتر و اینو بیمارستان ندارن میاد میگه که آقا من مثلا یه دستگاهی درست میکنم که شما تشخیص بدین بچه‌تون اوتیسم داره یا نه در مثلا 6 ماهگی. اگر بفهمن که داره خیلی براشون بهتر اینه که زودتر بفهمن تا مثلا 2-3 سال بعد شما این مشکل رو میتونن زودتر حل کنن و خیلی درمانش آسان‌تر میشه. این شرکت ها درسته که کسب و کارشون خیلی حالا میگم توپ نیست، دیجیکالا نیست، ایوالویشن میلیاردی ندارن، ولی خب هم جیب خودشون بد نیست و هم دارن به جامعهشون کمک میکنن. اونجا بهش میگیم سوشال انترپرنورشپ. یه ارگنایزیشنی هست حتما شنیدیم به اسم یونیسف. یونیسف چی کار میکنه؟ یه اینویشنز لاب درست کرده و این اینویشنز لاب میاد به شرکت ها هلوهش 50,000 تا $100,000 استارتاپ های معمولی که ممکنه همین کارشون به کاری که یونیسف انجام میده ربط داشته باشه و میاد سرمایه گذاری همینطوری فقط $100,000 بهشون میده و این کارشون ارتقا پیدا میکنه. قبل اینکه برم میخوام اینو بهتون بگم، ایران الان وضعیتش خیلی خوب نیست. همینجوری که بهتون گفتم تو تهران هر 2 ساعت یه نفر میمیره، 70% از آب ایران رفته و نمیدونیم چی کار کنیم. شما اگه تهران رو بگیرین از 1,100 تا شهر تهران 89 از شهرهای تو از نظر آلودگی. بیکاری در ایران هلوهوش 13%. این مقایسه با آمریکا و آلمان که مثلا 3 برابر بیشتره. من میدونم همه هم اینجا آخر شب یعنی فکر میکنیم که چجوری میتونیم پول در بیاریم، ولی آیا این پوله میتونه در جامعه خود خانواده هم تأثیر داشته باشه؟ متشکرم.